سلام علیکم خب ما دیشب تا در واقع ضرورت تسکیه نفس گفتیم امشب میخوام خود روایت رو شروع کنم به خوندن عرض کردم یقینا تو این چند جلسه نمیشه جمعش که. یعنی شما فرض کنید پنج تا صفت برای هر صفت یه جلسه وقت میشه پنج جلسه تا ما هنو خود حدیثم شروع نکردیم خدمت شما عرض بکنم که میفرماد که عدت من اصحابنا یه دی از یاران ما نقل کردن از احمد ابن محمد از علی ابن حدید از سماعت ابن مهران از سماعت ابن مهران اون نقل میکنه میگه قال کن تو انده ابی عبدالله ابو عبدالله در روایت یعنی که امام صادق چون دین تو از کی داری؟ از امام صادق یعنی اگه تو به بنده بندگی تو از امام صادق داری دین تو به واسطه امام صادق شناختی به امام حسین هم میگه عبدالله چرا؟ چون اصل دینت هم اوشون حفظ کرده اگر نمی بود دینت حفظ نمی شود. به این دو بزرگوار عبا عبدالله گفته میشه. خب میگه که ما داشتیم با امام صادق می رفتیم فجر آذکر العقل و الجهل می گه صحبت عقل و جهل شد فقال عبا عبدالله اعرف العقل بشناسید عقل رو و جنده و سربازانش رو و الجهل و جنده و جهل و سربازاش رو تحت دو تا هدایت بشید آقا اصلا ما اومدیم رو زمین که هدایت بشیم یعنی اینجا شرط این که هدایت بشیم چیه؟ عقل و نوچه هاشو بشنسیم و جهل و نوچه هاشو یارانشو بشنسیم دوتا لشکر هم به جون هم افتادن باید بشنسیم ما می وسه کمک باید بکنیم اگر یه وقت توبخونه رو اشتباه آتیش بریزیم رو خودی بریزیم جهل غالب میشه پدر خودمون در میاد بعد بتونیم دقیق گرا بگیریم لشگریان جهل رو بزنیم قال از سماعه فقل تو جوئل تو فدا جونم به فداد فداد بشم ایشالله به مصادق میگه لا نعرف الا ما عرفتنا ما که چیزی نمیدیم جز اینکه شما ما یاد میدید خیلی این زیباس این عبارت ها به این چقدر اینا در محضر امام چی بودن؟ ساکت بودن اصلا وقتی اهل بیت سوال میپرسیدن اینا شروع کردن جواب دادن اونا که خیلی آدمای عمیقی بودن چی گفتن که آقا شما بفرمایید این خیلی جالبه ها ما چیز یعنی ما چیزی نمیدونیم یعنی دار ما ببین خیلی زیبا ایشون جواب میده خدا بیامرزش میگه لا نعرف نمیدونیم الا ما عرفتنا. الا اون چیزی که شما به ما یاد دادی یعنی ما جز شما چیزی نداریم آخه ببین این نیستش که من کسی دیگه میتونم چیزی یاد بگیرم اصلا تمام آموخته ها نزد شماست فرشته جواب خدا رو چی دادن؟ گفت بگید ان به اگه میتونی به من بگید این اسما رو گفتن لا علم لنا ما نمیدونیم ما علمی نداریم الا اون چیزی که تو به یاد دادی این چیزی جلو خدا رامن عبدن اما شیطون اینجوری نبود حالا که میگه اون بابای جهله دیگه فقال ابو الله ان الله عز وجل خلق العقل عقلو خلق کرد و هو اول خلق اولین مخلوق هم چی بود؟ عقل. اولین چیزی که خدا خلق کرده عقله من الروحانیین عن یمین العرش با یک ذات روحانی و الهی از راست عرش یعنی مبارک بودن خب من نورهی از چی؟ از نور خودش پس عقل از چی نخ... به وجود اومده؟ از نور خدا حالا ما گفتیم برادرمونم آیش آورد زحمت کشید سوره نور آیه نور قرآن نور یه سوره داره نور یاره داره نور همینجا اون طرف نشسته بودم این آیه رو تفسیرش کردم یه بار خاطرتون است خیلی هم بحث شیرین و خوبی بود خیلی اهل بیتی بود بله الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکار وقتی میخواد بگید مثال نورش کیو مثال میزنه؟ اهل بیت پس از همینجا میفهمی که عقل یعنی کی؟ یعنی اهل بیت به قول ماها امروزی به قول جوانه اند عقل خود عقل اول مخلوق از اون هم شما دارید کیه؟ آقا رسول الله از این دارید اول مخلوق باز کیه؟ عقله خدا یکی هم چیز جدایی نیستن عقل کل ایشون بعد آقا رسول الله میفرماد که علی رو از نور من آفرید میبینی؟ میدونید حکایت امیران آقا رسول الله ارتباطشون چیه؟ مثل زیر مجموعه یه مجموعه تو ریاضی مثلا یه زیر مجموعه مجموعه یک و دو چی میشه؟ یه دونه یک میشه، یه دونه دو میشه، یه, یه توهی زیر مجموعه هر مجموعه یکی یک یکی هم خود زی... خود هم مجموعه است. درسته؟ ببین زیر مجموعه هر مجموعه خودش هم هست. خودشه اما اونی. من خیلی از این بحث های روات اهل بیت و ریاضی میتونم حل کنم. چون بش... خیلی عقلیه، خیلی خوبه. خودش هم اونی فقال له بز من اول نگم بهش چی گفت به عقل چی کار کرد حالا اینجا فقط سری بگذاریم بهش فرمود که ادبر برو پشت کن دوبر یعنی پشت گو برو پشت کن چرخید گوش کرد رفت ثم قال له اقبل برگر رو کردن چه چیز قبول میکنی میپذیر رو میکنی میای دوباره اومد فقال الله تبارک و تعالی خلق تو که خلقن عظیمن و کرم تو که جمیع خلقی پس عقل یه مخلوقه ببین ما الان با خودم می... الان ببین ما این اینه اون روز من تو که بچه همونو گفتم سوال پرسید گفتم ما ذهن اون و مادیگه است هست برای همین مشکل داریم خیلی چیزا رو نمیفهم تا الان مثلا که خدا به عقل گفت شما مثلا یه محیط تاریکی فرض کردید یه جایی یکی نشسته داره به یکی دیگه حرف میزنه اونم دست و پا داره میدین چرا چون گیر همین در... چون وقتی گفتیم گفت کیا برای ما گفتن آدمایی که همین شکلی بودن گفتن چون مثال و دیدیم فکر میکنیم یه... ببین مثلا وقتی شما میخوای بگی که فلانی مثل شیره خب منظور چیه دوم داره یال داره مثلا کرم رنگ زرده نه رو میگی دیگه درست شد وقتی تو داری میگی مثل شیره شجاعتش میگی یه حیبتی از اون عظمت و عباحت شیرم چیکار میکنی انتقال میدی اما مثلا یه حیوان دیگه هم که شجاع مثلا مثل گرگ یه مثل گرگ ناخداگاه یه صفت همچین پدر سوختگی هم قاتیشه وقتی شیرو میگی توش نیستا شغال دیگه خیلی بده <تصح> رو که دیگه هیچی متوجه چی میگم نمیشه اصلا ها رو وقتی آدم میزنه ناخداگاه یک فهمی رو منتقل میکنه برای مثال برای همه خودت تو قرآن مثال که میزنه آخر آیات بعضی مثال ها یه وقت نری تو مثال بعضی تو مثال گیر میکنن مثلا میگه یارو مثل شیر میگه عجب که دوم در آورده اینو فهم و شورش از مثلا مثال بابا مثال از یک جهت یه چیز رو به چیز دیگه نزدیک میکنه از صد جهت دور میکنه تو فقط از همون جهت باید بگیری بله قال ثم خلق الجهل بعدش چی آفرید آها اینو خواستم بگم پس الان ما تو میگیم مثلا خدا گفت گفت فکر کن یه صدای در اومد کسی لازم نیست صدای در آر. تو اون اواله مثلا خدا باز شما فکر خدا میگه من اگه میشه خلق کنم چیکار میکنم قل فقال قل کن میگم باش میشه خدا حتما میگه باش به الف شین یا کاف نون استفاده میکنه عربی استفاده میکنه بی مثلا انگلیسی میگه چی 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 چی, چی؟ نه اصلا این اراده انگاه گفتن آقا فکر مثلا شما 500 سال پیش زبان اشاره هم به یه دینشو میدادی دیوونه هم شما میکنه اون دور داره بهش میگه نه من هیچ صدای نشتم به پی به پیغمبر قسم از زده عباس هم و من نشنم بگه بابا اون انگار داره میگه اون انگار داره میگه چه فرقی میکنه پس عقل مخلوقه تو ما تو میگی مخلوق یعنی قشنگ عقلی که جواب میده یعنی بله خیر میرم میام واقعا هم اینطور ما تو میگیم برو بیا چی فکر میکنیم یه نفر راه میره درست شو بیا یه نفر راه میاد میاد با سمت ما اینا برای همین اشتباه دیگه بعد ببین ما اصلا چیز به شما هایی. ما کلی پیش انگارهای های غلط داریم موقع فکر کردن با این پیش انگارها فکر میکنیم اوضاع خرابتر میشه و رها شد از این بک های ذهنی از این پیش زمینه ها باید رها شد تا میتونید راحت آزاد فکر بکنی بعد میگه ثم خلق الجهل ببین نمیفرماد عقل و جهل رو با هم خلق کرد اولین مخلوق که ثم سپس بعدش از چی آفرید من البحر الاجاج ظلم از یک دریای تلخ و شور ظلمانی الله دریایی که اصلا تاریک تلخ یعنی چی دریاخه شما تو ذاتت آب شیرین دوست داری این همه دنیا سه چهارم کره زمین رو میگن آب گرفته دو سه سه چهارم چقدر میگن آب گرفته اما کل دنیا مشکل آب داره چرا مشکل چیه؟ آب شوره درست شد اینو بعد داشتی عقل از چی بود نور عقل شد کی؟ اهل بیت فلز و مقابل شد چی دریای حالا وقتی با آدم با اهل بیت معنوس باشه تازه میفهمید حالا شاید اون عزیزانی که اون موقع اون تفسیر رو شنیدن اینجا متوجه بشن چی شده ببین چی میفرماد الله نور السماوات و الارض خدا نور آسمان و زمینه ما نور رو نمیتونیم ببینیم نور که دیده نمیشه که رو هوا شما نور میبینید نه مستنی رو میبینید چیزی که نور رو میتابونه چشمه نورم که نگاه کنی کور میشی نمیتونی خورشیده نمیتونه نگاه کنی کور میشی الله نور و و الارض مثل و نورهی میخوام مثال بزنم اگه بفهمی مثل و نورهی کمش کات مثال و نورش مانند فاطمه فی ها مصباح هون المصباح دوتا مصباح حسن حسین فی زجاجه در فاطمه از زجاجه چه فاطمه ای که انها کهو که بند دوری ستاره درخشان این ستاره ویژگیش تو کجاست؟ تو تاریکیه درخشه. اونجا یوقدم یو قدم این مبارکه از کجا نور گرفته از کجا آتش گرفته از کجا اون حرارت و وجود از کجا اومده شجرت مبارک شجره مبارکه شجر که حضرت ابراهیم میگه از نسل ابراهیم میاد میگه شجره مبارکه تو قرآن حضرت ابراهیم نسل حضرت ابراهیم مبارکه زیتونه زیتونه یعنی که امام حسین و تین و زیتون و تور سینا و هازل بلد لمی قرآن نمیفهمیم میگیم چی چی میگه خدا انجیر زیتون تور سینا کوه سینا مکه و هازل بلد لمی چی میگه خدا تین یعنی امام حسن زیتون یعنی امام حسین اونجا که اونو فهمید اینجا میفهمیم شجره زیتون یعنی چی روایت داریم تین یعنی امام حسن زیتون یعنی امام حسین خب اینجا میگه این شجره طریق کی دام پیدا میکنه بعد از فاطمه تا که مشکات و زجاجه اومد دیگه یعنی از زهر و سمر از طریق امام حسین دام پیدا کنه. خب زیتونه که لا شرقیه لا مسیحیه و لا غربیه و لا یهودیه مگه شجره مبارکه ابراهیم نسلش میشن کی یهودی‌ها و مسیحی ها هم شاخه های حضرت ابراهیم میگه نه از اون دوتا ادامه پیدا نمیکنه لا شرقیه یعنی لا نصرانیه لا غربیه لا یهودیه اینو که آیه داریم زیل همین سراحت هم که لا شرقیه و لا غربیه یعنی یه یهودی و مسیحی نیستن اما من قرآنی اینو تونستم پیدا کنم لطف خدا گفتم میگه لا شرقیه و ب... من بگیرم مسیحیه که به وجود اومد وقتی پیغمبرش اومد پیغمبرش که پیغمبر شد بگید و به دنیا اومد میگه نه؟ به دنیا اومد پیغمبر حضرت موسی به دنیا اومد پیغمبر بود نه حضرت عیسی به دنیا اومد پیغمبر کجا به دنیا اومد خود قرآن میگه مکانش شرقیه <تصفح> دقت فرمودی هیچی کی خوش نمیپرسه چرا خدا میگه آخه مکان شرقی هم شد آخه چیز خدای نیست؟ بگو کجا بود قدس به دنیا اومد تو کربلا به دنیا اومد کجا به دنیا اومد میفهمم مکان شرقی خب برای هر جای شرق دیگه هست دیگه نه هر جوش در یه شرقی داره خب رو همین حساب یهودیت یه کجا که به وجود اومد زمان که پیغمبرش پیغمبر شد حضرت موسی پیغمبر شد که رفت توی کوه آتیش بیاره زنش وقت زایمانش بود هوا سرد شد و بارون میبارید از دور آتیش دید رفت اونجا فخلن علی که نکب الباد المقدس تو ها با کفشات درات دید تو درخی صدا اومد قرآن میفهمد از کجا صدا اومد میگه از جانب غربی کوه هیچ که من خودش نپرسید خدا چرا میگه از جانب غربی اصلا نمیگفت از تو کوه صدا اومد به جای برمیخورد قرآن معادله این معادله این مجهوله سه معادله چند تا مجهول باید باشه؟ سه مجهول دیگه این معادله این مجهول یکی رو که پیدا کردی میذاری تو معادله دیگه چیزا جای تر پیدا میکنی حالا میفهمید تین و زیتون یعنی چی؟ تور سینا یعنی چی؟ بلد الامین یعنی چی؟ رسید از کوه سینا شروع شد رسید به مکه ماجرا خب اینا که میگن روایت داره ها زیتون زیتون لا شرقی ولا غربی یکاد و زیتون یضی ای این این رو این روغن این زیتونه میخوان نور بده اصلا ذاتشون نوره این داشتهشون اون روغن زیتون حالا ملت دنبال تو این تو روغن زیتون میگردن میان درخت زیتونه کجاست نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامیه خب <تصفح> <تصفح> دنبال چی میگردن مردم نمیفهمیم دیگه ما با برای که با محسوم رو رجوع نمیکنیم توی تفسیر روایت تفسیر آیه میگه چی و لو لم آقا یه وقت اشتباه نکنید فکر نکنید من دارم صحبت نور و درخت و اینجور چیزا میکنم آتیش میگیره ها نه این شجره اصلا با آتیش میونه ای نداره ای حضرت ابراهیم سختن انداختن نه یه سری چیز هست اصلا جزء شاخصهای اهل بیت تو آتش نمیسوزن حیوانات درنده در باشون کاری ندارن به تمام زبان ها و لهجه ها همه چی تسلط دارن یه بابایی بود بند خدا تو یکی از نهادهای امنیتی بود من می هر روز ما یه امام زمان میگیریم گفتم بعد من خودم با چند تا امام زمان نشستم بحث کردم بحث کردم آره قانعش کردم یک دو تا ببین ساله بوده کیسای مختلفی بوده نشستم باشه قانعش کردم گفتم بر کد من چه مبنی نمی... بعد میگه بعضیش میگه بابا اینا خوبن اونا که دیگه گفت اونا کسایی که ولن نگرفتنشون اونا که ما میگیریم دیگه یه جایی رو با آتیش کشیدن اذیت کردن که دستگیر شدن خب بعد میگفتم چیکار شما گفت هیچ هر جوری باشون کل کل میکنه کوتا گفتم یه فندکتو میوردید بگی دستش بگو ما اینطور هست از اهل بیت داریم که اهل بیت نمیسوزن امام زمان من مخلص تمسم یه دستتو بیار جلو ببینم تا فندک اتمی هم باشه چه هوا گاز بگیرید روشون ببینید یا نمیسوزه در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها همه چی نقش شده جز سوختن یک روایت هم در مورد امام سجاد داریم که زغال بر روی سر مبارک انداختن من اون روز از آجای مومنی همینجا پرسیدم با هم یه صحبتی کردیم بحثی کردیم سند نداره متوجه در مورد اهل به سوختن نداریم داداش. نگید امام صادق خونش آتیش دادم وسط آتیش را می‌رفت. میگو خونه کی آتیش زدید من پسر شجره مبارکم انا ابن عراق الثرا من پسر ریشه های زمینم لقب حضرت اسماعیل پسر اسماعیل هم. ما همون شاخه مبارکه خدا فرمود این درخت ابراهیم نه شرقی نه, نه, نه غربی نه یهودی خب چی آه کلا آه ای کاش همین بود همینه چقدر جالب من نمیدونم که این شعار رو درست کرد نه شرقی نه غربی این که الان واقعا جمهوری اسلامی علم داره تشیعه این خیلی خوبه چون شعارهای خیلی خیلی خوب در اومده نمیدونم حالا خیلی جوره خدمت شما از کن. آره این شجره مبارکه ی فاطمی حسینی اینا نور میدن فکر نکنی وقت کبریت گرفتیم آتیش زدیم میگیم نورا ای خدا چون مثال زده میترسه هی ذهن ما چی بشه بگیم شیره دومش که ذهنمون رو درست بکنه هی خدا داره کام میکنه همون وسط تصحیح میکنه بله نور الا نور بعد او هم امام پشت سر امام میاد یهد الله لنور هی من یشا که اون آخریه دیگه یهدی مهدی همه رو خود یه هدایت عام می صورت میگه آخرش باز دور تکرار کنه و یزرب الله الامثال للناس من دارم مثال واسه مردم میزنم و لا به کلش این علیم حالا این نوررش گفت بهت گفتم دیگه درسته فی بیوتن اومد توی خونه های که اینجا خود خلیفه اول پیامبر میپرسه می که کدوم خونه پیامبر میفرماد که خونه پیامبران خونه شجره مبارکه حضرت اسحاق از نسل شجره مبارکه است ها اما اون خاندانه که نور تد... چجوری بگم اوج تجلی خدان این چارده تا بعد گفت این خونه چی؟ خونه حضرت امیر و حضرت زهرانشون. حضرت پیامبر فرمود که این خانه رفیع ترین و بهترین اون خونه تا تو همین سوره نور هم عمدن یهوی خدا کنار آیه نور داره صحبت چی میکنه؟ آیه مردم میخواد خونه مردم وارد بشید در بزنید راتون ندادن نرید تو یا خب لغت در باز نکنید آتش آتیش نزنید به این خونه اینا نورن از این واضح تر قرآن روزه بخونه چی کار باید بکنه چیکار کار باید میکرد خدا جدی بفهمن بعد اینا رو که میگه میگه اینا آدمای مثل شما نه دنبال رجال الله تولیه هم تجاره. نه دنبال تجارت و دکندسگاه و دنیان خب و لا بی نه دنبال خرید و فروشن هیچ اینا رو از ذکر خدا قافل نمیکنه ان،, ان،, ان ذکر الله و اقام الصلاه و ایتا الزکات این چقدر زیباست اینا رو میگی یوهویی میری بی... چقدر زیباست اینجا رو دقت کن میاد جلو چند تا آیه بعد میبینید خدا ادام اینجا دیدی نور گفت و عقلو گفت درست شد منتظرت خدا چی رو بگه جهل بگه گفتیم جهل کجا امام صادق فرمود از کجا دریای مگه این فرموده ببین چی میگه او یا اونو میخواید نور یا نورو میخواید یا او که ظلمات فی بحر لجی یا اون ز... دریای تاریک طوفانی رو میخواید خیلی عجیبه یخشاهو که پوشونده اون رو موج من موج خب یه موجی بالا یه موج اول دوم و من فوقه ها سوم گرفته چی شد چقدر یه اول دوم سوم یعنی تر بگم اول دوم سوم بگم گرفته دیگه خب ظلماتون بعضها فوق بعض اینا هم اون چهجوری بود نورون علا نور نور پشت سر نور اینا ظلمات پشت سر چی ظلمات میگه اون وسط یه نفر میاد بیرون یک نفر استثناء اون وسط حکومت تشکیل داده اذا اخرج یده او اون خداس. خداست ید الله. گرفتی چی شد؟ صدق الله و لزیم. خدمت شما ببین گرفتی چی شد؟ ما اینجا امام صادق وقتی داره میفرماد میگه پس هر کسی جلو اهل بد داد هم که اهل بد میشن عقل کل هر کسی جلو اهل بد وایسته میشه چی؟ جهل کل ببین شما یه نوری میذاری؟ به نور که نوره پس پس من اینجا توضیح بدم دیگه چاره نیست ببین خدا من وقتی فرمود به عقل برو پس میگه یعنی چی؟ گو برو دیگه نه چه آدمی بود و, رفت و نه این برو تو برو یعنی چی یعنی راه برو از ما فاصله بگیر گفت برو یعنی این عقل آمد وارد هجابهای مختلف شد از اون عالم بالا اومد رو پسترین عوالم کجا اسمش رو شد دنیا دنیا یعنی چی یعنی پست عربی دون پست اومد تو پسترین افعل فعلا خب تو پسترین اومد حالا ببین چی میشه شما میدونی که وقتی نور به تابه یه چیزی جلوش قرار بگیره چی تولید میکنه سایه دیدی ظلمت به وجود اومد این خودشه داره ظلم خدا آیا خدا الان ظلمت رو آفریده خلق کرده خب ببین چی میشه این آره به یه،, به, یه، به, یه اعتباری خلقش کرد اما چرا چون نور رو خلق کرده بود یعنی هر چیزی که نور رو نخواست شد چی ظلمت حالا ما چه جوری ما حساب که مثلا تو همین حسینیه نشستیم بعد نور میتابه از اون خورشید نور میتابه تا برسه اینجا کلی راه بوده دیگه ها لایه اوزون رد کرده ابر رد کرده هوای آلوده تهران رد کرده ها آر اومده اینجا آیا شکل این ساختمون تو میزان پذیرش نور در داخلش تاثیر داره بله چند تا پنجره داره پنجره شمالی جنوبیه درست نورگیر داره یا نداره خب این نور رو گرفته اماش تو اینه که آیا این نور همون نوره؟ بله وقتی خدا به عقل میفرما برو یعنی چی؟ یعنی اصلا که خلقه شکل گرفت اومد شدیم ما شدیم ما هجابا کجاست؟ خودمون حافظ میگه حافظ تو خودت هجابی برخیز از میان اینه یه نفر که یه دونه سپری دستش گرفته رو خورشید داره همینجوری میره میگه چرا نور نیست یه نفر چتر بالا سرش گرفته تشنگی داره میمیره از تشنگی طلب یه قطره آب داره سرش گرفته در راه میره میگه چرا آب بارون نمیاد میگه دور تو بارون لام هست وردا نمیتونه برش داره چرا چون باید خودشو برداره خودشو برداره سختشه وقتی به عقل میگه برو اما وقتی میش خدا فرمود چی برگرد این برگشته کاری که الان باید انجام بدیم بروه شده الان اون شدیم این برگشته کاری که ما باید انجام بدیم و اقبل اونم برگشت الان باید برگم یعنی چی یعنی این از تو این ساختمون بیایم بیرون ها بگیم که اه این نوره چه تابیده تو روشنه خب چرا این ور نور نیستش خب اون ور خب پنجره است این طرف دیواره برای همین یه یعنی نگه برم اون دیوار پس نور بیشتری میگیرم دیگه آره خب بریم دیگه کجا میری میدی چقدر پول دادیم دیوار رو ساختیم می چقدر عمر گذاشتیم می چقدر سختی کشیدیم سختش از این دیوار جون بکنه ماها سوار ماشین نمیشیم که ماشین سوار ماست ها یه خطی بنز رو ماشین رو جگرمو خط انداخته ما سوار اون وسیله نیستیم ما وسیله اونیم درسته جهل خدا فهمد بر برو اصلا وقتی به عقل گفت برو جهلم چی شد اونم به وجود میاد دیگه بعدش سمه دیگه گفت برو اون رفت اون تو برو که نفر اوله خب گفت برگرد اصلا اصلا نداریم اینجا به قول خدا قال له اقبل قال برگرد فلم یقبل بر فلم یقبل يغ... فقال الله س... فقال چیکار کردی استکبار ورزی اصلا جالبه شما از این طرف استکبار در وصف کی میبینید تو قرآن ابا واستکبره شیطان مثلا نماد جهله میبینید؟ فلعنه لعنت خدا تکوینا بر این اصلا قرار گرفت یعنی اون حوزه جه حوزه لعنه تو مختاری برو تو وسط جهل بعد که میمیری اینجا ظاهرش اشغال بوده باطنش چیه؟ جهنمه باطنش جهنمه یه بند خوده تعریف میکرد میگفتش که پیر مردیه حالا مثال بزنم نزنم اما همچین چندشی تو میشه اما خوبه میگه که آره ب... گفت من نمیخواستم روزه بگیرم گفت پیچون گفتم چیکار کنم گفتم از حد چیز خارج بشیم دیگه بعد گفت اومدیم اومدیم خارج شدیم و بعد همونجا میگه هم برنگشتم گفتم تا همینجا یه چیز بخوریم یه این ور بگرد اون ور بگرد گفت قدیما هم بود زدم تو بره بیابون و اونا میگه نگاه کردم دیدم که یه جا یه عالمه تخمه هندونه ریختن گفتم ای ولی یه نفر هندونه خورده تخمهاش گسته اینجا میگه شروع شو کردم پنج تا شیش تا میشکستم تو دلم میخندم با حال فلانی که امروز روزه است خب میگه بعد یه کم دقت کردم تخمه هندونه هست اما یه داستان دیگه ای داره یه بند خوده مشکل پیدا کرده به رو با تخمهاش خورده بوده آه شد اما اه اه, آه, 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 آه آف ببین فکر میکنه داره خوشحاله میگه ای ول تخمه رو خوردیم و روزه که پیچوندیم و اونم که باباش در میاد امروز روزه رو گرفت خبر نداره داره مدفوع میخوره میگه مال حروم داری میخوریم مال حروم چیه؟ برگ دارم میزنم به بدن مال حروم چیه؟ داره آل میکنم میگه بخور وقتی یهوی برداشته میشه اون هجابش میگه قاشق قاشق زغال داشتی میخوردی و حالا میسوزوندت بس بگم خدا نوز بالله نوز بالله هزار مرتبه تو عقده ملت میخواد بکن تو جهنم نه تو جهنمو به خود میبری اصلا همین جهل جهنمه حقیقت جهل جهنم حقیقت عقل چیه بهشت هر چی شما به عقل رجوع بکنید پس بالاترین مقام تو بهشت کی باید داشته باشه کی اهل بیت چون عقل کلا و بدترین جا رو تو جهنم که باید داشته باشه دشمن اهل بیت کافر نه ها کافر نه دشمن اهل بیت جاش اصلا چون دقیقا نقطه مقابلشه دیگه ثم جعل للعقل خمسة و سبعین جندن برای عقل هفتاد و پنج تا چی قرار داد سرباز فلما را الجهل وقتی جهلید اه ما اكرم الله به العقل که خدا به اغل اکرامی کرد و چه لطفی کرد اینم خاص فما اعطا و خدا بهش چی اعطا کرد اذمر له العداوه دشمنی با جهل دشمنی با عقل تو وجودش چی شد ریشه انداخت شیطون اولین کافر نیست شیطون میگه تو دلش گرفت شیطون سر سجده لو داد فرشته ها این کاره نبودن یکی شیش هزار سال کنارشون قایم کرده بود نفهمیده بودن همین چی شد؟ حالا بیشتر فردو توضیح میدم فرشته ها یکی کنارشون درسته؟ شیش هزار سال اینو قایم کرده بود نفهمیده بودن نفاقشو نفهمیدن شیطون کافر نشد شیطون کفرش رو شد کان من الکافرین کافر رو بود از اول ریخ بیرون عبادت ابلیس عین ادبار بود اقبال نبود دقیقا مثل کسی که داره صبح تا شب نماز میخونه مثل کسی که خوب رانندگی میکنه اما به که برسم تو مشهد داره میرسم قوم میگه من خوب رانندگی میکنم تخلف که نمیکنم راه رانندگی گیر بده میگیم بابا برعکس همین خوب رانندگی کردنت داره تو رو از مشهد دور میکنه ای کاش رانندگی بلد نمی بودی این شد که میشه نماز بی و او عبادتی است فایده نداره با تو شیطون بیشتر میخوای نماز بخونی چقدر میتونی سجده بری دو هزار سال یه سجده ملعون طول کشیده دو هزار سال پدر جدمونم نمیتونه انقدر سجده کنه آره دیگه چون میخندی میتونی؟ <applause> میگم آره تو دشمنی آقا این همینجه یه نکته داره تا دید خدا به عقل یه چیزی داده این دشمنی تو دلش در برای چی؟ برای اینکه استکبار داره من چی پس؟ دیدید؟ همه مشکل رو هم من است خدا به دوست داشته صدای قشنگ داده به توچه. مگه بده کار تو بوده که باید به تو میداده به من همین الان اینجا شما کسی هست اینجا از من پول طلب داشته باشه عمرن نیست شما به هیچی کار نیستم میدونم تو الحمدلله انشالله شاء مؤمنی ما به امیرالمومنین به کسی بدهکاری مالی و غیر مالی هم نداشته باشه بدهکاری ثوابی هم اون دنیا نداشته باشه میدونم نیست اما یه فرض بکنم من همینجا شروع کنم به هر شما 1000 تومن پول بدم بعد به این نفر 20000 تومن پول بدم 1000 تومنی شاکی میشن چرا شاکی میشه طلب بابا تو داشتی مگه 19 هزار تومن از من طلب مونده که بعد بهت بدم عشق هم کشته بیم 20 هزار تومن به تو چه نه چرا با 20 هزار رو دوست داشتم بدم اصلا می‌خواستم تو رو آزمایشت کنم ساکت میشی یا نه میخواستم به تو 30 هزار تومن بدم بعدش شیطون به خدا که خدا بیخیال این سجده بیا بیا شیطون بیا پایین ها مثلا به آخر بیخیال بی خیال این سجده شو خدا میفرماد که نه مگه من نمیخواد بپرستیم راه پرستش من خدا اینه که سجده کنی خدا یا تو مشرکی چرا به من دستور میدی به غیر تو سجده کنم این حرفو نمیشنوید چرا غیر خدا در خونه کسی دیگه میری خب خدا, خدا گفته بیا و تا اللهل ال... وسیله سمت من خدا میاد با وسیله بیاد آقا میاد جلو منو میگیر اینجا بیرون آقا سخنران میگه بابا بعد میره دفتر اون وقت بگیری به خدا به منم که گیر بدی منم چه وقتو دستم نی میدم به دفتر و میگم ببین من بنده خدا کار داره یه وقتی واسه وقت من وقتی من اضافه در میگیری میگم حالا شما رو خودتو بده شما رو خودم من بدم بعد دوباره اس ام میده آقا میخوام شما رو دعوت کنم دوباره شما رو دفتر برش اس ام به خدا چیکارش کنم خدا میفهمم از این طریق گفتش که نه این سجده رو بی آه چرا بی خیال بشم منو میخواد به پرستی بعد به این آدم سجده کنی نمیکن گو چرا دیگه چرت و پرت گفت دیدی بعضیا مثلا استدلال عقل نداشتن میگن مزخرف گفتن رو مخت میرن آدم تو غیر بندازن با آدم نفهم بحث نکنه قرآن قسم نمیدونی چه فشاری با آدم یه روز حضرت عیسی یه پیامبر که خیلی آروم تعریفش کردم چین توی تاریخ دیگه میگه همچین می دوید که نگفتن یا عیسی چی شد گفت با یه نفهمی داشتن بحث میکرد پیغمبر اولو العزمو به دویدن انداخته بود آره هرچی میگه حرف خوش میشه یا قرآن مثال میری نمیفهم هر روایت میری نمیفهم میخوام چیکارش کنم اینو دیگه عقلی باش بس میگم نمیفهم خدا فرمود انما انا اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد بابا من میخوام اونجایی که من دوست دارم پرستیده بشم نه تو میگی گو نه من اینجوری من میگم گو گم شو بیرون با تو باید گم شو دیگه به این داستانش من تو یه سخنرانی که راز خلقت رو گوش کنید اون سخن خیلی خوبیه تو اینترنت هم هست دانشگاه خرم‌آباد سخنرانی کردن ببینید چی این اینکه که خداوند همه فرشتان نشسته بودن یه تخت سیاه گذاشته بود داشت درس میداد خدا رب دیگه مربی خدا بعد یه همه بچه تهران بچه بالا شهر یه بچه از شهرستان آورد کلاس اینا نگاه کردن صورتش تو آفتاب سوخته هست این مثل این تهرانی ها آف سرخاب سفیداب نزده و اینا بعد گفتن خدای این چی ورداشتی آوردی آخی اینجا بابا این آخی نمیتونه اینا شروع کن قرقر کردن آنجا نگاهشون کرد تو تختیسی مسئله ریاضی سنگین نوشی خب بفرمید حل کن فرشتا همه توش موندن لا علم لنا نمیدون فرمود انبه هم یا آدم به اون بچه گفت براشون حل کن اونم برداشت تخت رو دو وسط نصف کرده با دو روش مثلا حل کرد کلشون رو خوابوند بعد تو این جوجا اینا همشون پذیرفتن بابا این خیلی قدره عجب مخیه بعد خدا تو این جو موقع معلم چی میگه بباری تشویقش کنید از جدول آدم همه تشویق کردن الا کی دیدون تایی که دست به سینه سگرما ما تو هم چپ چپ داره نگاه میکنه به این دست میزنه گفت تو چه دست میزنی گوه بچه شهرستان من بچه ترانم خلقتهو خلقتنی من نار و خلقتهو چرت و پرت گفت گفتی چی شد خب نفهم اگه به ماده خلقت باشه که تو قاطی فرشتا چی کار میکنی؟ اونا را نور آفریده نار کجا به نور میرسه؟ ها خودت هم باید این کلاس بنزنید بیرون چه چر... دیدی بعضی چرتو مثلا یه خوردی که این اخوندا فلان میگه خب بس کدوم اخوندا بحث میکنه نه اصلا این انقلاب اینجوری نه اصلا اسلامش هم اینجوری نه اصلا کلا میگه بابا تو همینجوری رفتی شروع کردی اخوندا از خدا دیدی اصلا همینجوری تو یک حوزه بحث نمیکنه اصلا میخواد نپذیره نمیدونم به تور اینجور آدمو خوردی من میگم باشه بسم الله بشین با هم صحبت میکنیم کیو میگی آره این آ... این آدمو میگی منم باش مشکل دارم من منم باش مشکل دارم من قله باز پیغمبر تنش باشه نباشه این همه روحانی خوب دارم چرا اونا نمیبینی حالا دقت کنیم نه پس این چی پس اون چی شوخ عوض میکنه شو چرت و پرت گفت اصلا تو چرت و پرت گفت اینجا خدا میفهمه نه اینا همش بهانه است استکبار ورزید چیش کرد خودشو چیکار کرد گفت چرا به اون دادی من ندادی به خیلی جالبه ها اینجا هم همینطور، همین طور همین جهل میبینه همین, همین گفته کلمات کلماتی کلمات دیگه است اما مفهوم چیه همه حرف شیطونه آقا در مقابل امیر هم همین شده بود اومدن پیش پیامبر اینا که میگم در تاریخ آمده تاریخ صدر اسلام اصلا بخش اعظمش مال بردار اهل سنت اومد گفتن یا رسول الله شورشو در آوردی او برای چی شورش چی شده باز باز چه دا داستانی دارید شما چرا همه چی برای بنی هاشم تموم شد چرا با خودت پیغمبر شدی از بنی هاشم دختر سیدت نسال عالمین سیده همه زنای کره زمین و آلمها و عالمیان او هم از بنی هاشم نبه ها سید شباب اهل جنه از بنی هاشم عموت عباس ساقی حجاج از بنی هاشم الان که اومدیم میگه سید الوسیین علی هم از بنی هاشم پا بقیه قرش آیه اومد آیه داریم با فکر فکرم سوره انبیا باشه اشتباه نکنه چک کنید خدا فهمه هم یحسدون ناس علا ما آتاهم الله من فضل اینا دیگه کی حسادت میکنن که چرا من خدا فضلم به اینا بیشتر دادم به تو چه؟ فقط آتین و آل ابراهیم من دلم خواسته به بچه های ابراهیم آره اصلا خواستم ژنتیکی بشه به تو چه خواستم بعد از ابراهیم اسحاق پسرش پیغمبر بشه بعد از اسحاق یعقوب پسرش پیغمبر بشه بعد از یعقوب پسرش یوسف پیغمبر بشه به تو چه فقط آتین آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتین آل ملک نزبا چه شدون دره ملک عظیم و ملهم همین استازه کاره <applause> اون آخریشون هم میاد ملک عظیم و ملهم چشتون استازه عجب جماعتی هنو بچه حسودی بی... داداشای یوسف یعنی اینا جهل دیگه حضرت یوسف بر خود یعقوب ولایت دارد حضرت یعقوب اینو فهمید وقتی تو خواب دید دارن اینا به سجده میکنن حضرت یوسف خواب دید ماه و خورشید و ستاره دارن سجده میکنن بهش گفت خورشید که تعبیرش منم ماه که مادرت ستاره هم یعنی بچه‌ام 11 تا ستاره 11 تا تو بر همینا ولایت داری متین جای تعریف نکن من آدمایی که من میشناسم اینا نه داداش برادر برادر خونی ایه بابا انداختن تو چاه بعد انتظار داری یه آدمای غریبه علی ابن ابی پس نزنن من یا قرآن نمیفهمم یا قرآن نخوندی حسادت آقا حسادت من چیه باز از تکبر میاد از منیت میاد من به قرآن قسم زدتمون زمین هممون هم داریم هممون هم داری. من من اول سلام کنم من اوز... اصلا بیرون میگه برو کن من پر میشه یعنی نه دو کلا اصخایی کنی؟ و اشتباهی کردی؟ نه هر کدوم از این نه چی چیکار کردی؟ با تکتیر انداز یکی از جنود عقل انداختی زمین نقطه مقابلش چی میشه؟ جا باز پیدا میکنه حمله میکنه هر جا یک اینا زدی زمین تلفن رو برداشت سلام من رفتن با شما اشتباه بود بس میخوام آه رفته خونه جاریت رفت خونه خارشواره. رفت خونه زنداداشت ها خاله تاج خانم هیچی خریدن غذای درست کرده از موقعی که برگشتی، انگار تو رو گذاشتن رو گاز داری میسوزی می چرا میسوزی می برای اینکه من دیدی اصلا اینکه من برای بقیه نداشه شما دیدی طرف میخواد اسم بذاره اسم میخواد رو بچهش بذاره میگه هیچ کی دیگه نباید اسم بذاره دیدید یا نه اینا رو ما دیدیم اینا رو نه این اسم فقط مال یعنی چی مال تو مگه باباته، بابات اسم بابات دوست دارم بذار علی اونم بزاره علی نه من یه اسمی میخوام بذارم که هیچکی کی بگید نذاشته باشه برای هم همین اوضاع شده این یک اسمایی آدم میشنبه که به خدا من الان یه وضعی شده میگم به بچه بچه واسه مذهبی آورده پیش ما مثلا آقا استاد این بچه هم به دنیا اومده دعاش کنه ببینم چطور میگه ما کی باشه اون کی آورده پیش ما بعد خب خل... به خدا بعد میگم که آقا سلام شد اسمش چیه آمیدیم. الف بله فرموش الف بله یه چیز عجیب غریب الف این فرموش اکثریتش اینجوری بعد اولین سوالم اینه دختر یا پسره نمی‌تونم از رو اسم تشخیص بدم آقا اینا کجا بردی این اسم یه گلی تو بلغارستان او تو چه بلغاری ننت بلغاریه بابات بلغاری, باباد بلغاری. تو چی کاره آقا تو برای چی اینجوری نمیگه اصلا وضعی شده نه شما دیدید یا نه اینا جهله جهله آقا میخواد برای دکور بخره برای خونش خانومه و آقای آقای بدبخت که دکور بخر. راست میگه خلا بعد میخواد برای دکوری بخره نه از این میز مل... م... تلویزیون ها فلانی ها دارن داشته باشن کاراییش خوبه قیمتش خوبه قشنگه نه یه چی دیگه برای همین وقتی با این جماعت میری خرید زیر 400 500 نمیتونی برگردی پوست تو میکنن ها اینقدر این آقایی میان به خدا شما گله میکنن خانواد یه فکر حال خود کن اینا نشونه جهل ها اون فقط من این من خیلی ها رو به قرآن زده زمین بیچارم اون کرد من من میکروفون بدم یکی دیگه بخونه تو مجلس من یکی دیگه معروف شه من من یه نفر دیگه سخنران کنم من یه نفر دیگر به یه جایی برسونم من 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 اینو برعکس از غذا میخوام بگم تو ماها بیشتر تو ماها چه؟ بیشتر آقا جان این شاکی شد ای میگه تا دید خدا به اون چی داده این آتیش گرفت این بر از مرا بر آتیش گرفت گفت نگاه کن دشمنی عقل رو به دل گرفت اصلا اون ببین حضرت یوسف به داداشش بدی کرده نه خیرش به اینا رسیده محبت هم میکره چون خدا به اون این... اینات کرده بود آتی گفتم بریم بکشیمش استدلال نگاه کن چرا خدا داده اصلا تو مشکلت با کیه با دهنده هست دهنده کی بود اینجا خود خدا خود تو شیطونی ولو بچه پیغمبر باشی ولو نماز بخونی ولو 50 سال بیا پا منبر رو عزاداری هم بکنی با کله تو آتیشی با کلا چی با لغت میزنن پرتت میکنن تو آتیش بعد اونجا هی داد بزن یا ابو عبدالله یا رسول دنبال شفا بگرد تا بیان میدون که امیرالمومنین میفهمن برخی از محبین ما هستن 300 هزار سال از عذابشون تو جهنم میگذره بعد خدا به ما اجازه شفاعت میده بعد 300 هزار سال هم معلوم نیست این سالا این وریه اون وریه چی بشه توهم یخت تو مختون نکنن ها یه دی الان دور افتادن دارن میگن که آقا هممون میریم بهش من خودم جلسه اول چی گفتم گفتم کسی که جهنم خیلی نفهمه تنها خدا بخشنده است درسته اما این به این معنی نواد بشه که کلا چی بشه اون دنیا باعث بشه یک اددی دیگه اون دنیا خیر همین ونده خدا رو میگیرن میگن که آقا تو ما رو گمراه همون کردی اومدی مثلا ما رو خدا واسه کنی دیگه شورش در آوردی ما بخوام دین رو رحمانی نشون بدیم قراره دین رو تحریف کنیم که و خدا خیلی مهربونه بهتون گفتم چه جوری حساب میکنه به اندازه‌ای که تاریکی جهل داری یعنی نور نداری اون یعنی آتیش هم قضیهت میشی حالا این آتیش موقع آتیش سردتر برزخه یه موقع اونجا هم دووم حلش می چجوری آ مثال خیلی خوبیه بعضی خونه ها ک... کاگلیه یه دیوار یه تیغه است من رفته بودم یکم محله تهران بعد بحث بخ... 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 بندگون خدا آتش نشانی میگفتن اینجا بعضی از این کوچه ها هست ما کامیون نمیتون بفرستیم یه وانتی درست کرده بودن چند سال پیش بود با وانت آب میبردن یک دعوای سر فلان که رد شدی می‌دیدی از لای آجران نور تو خونه دیده میشه تیغه یعنی آجر رو به لبه گذاشته بودن دیوار ساخته بودن میگفت اینجا شهرداری میاد هر روز عکس داره هر روز چک میکنه یه طبقه نرفته باشن بالا گفتم میشه آره دیوار میسازن پنجره میسازن پرده میسازن بعد توشو میسازن ریز ریز بعد یکی اونجا تکیه داده به دیوار افتاده تو حیاط طبقه سوم بعضی دیوار این تو همون برزخ دیواره چی میشه ما بعضی دیوار از لامصب بتون آرمه کرده. اینا از این کمپرسور ها میخواد چیه اینا میذارن آره آره تی این تی میخواد بعد بزنی منفجر کنه هی بیا کلنگ میزنه تو برزخ هی خود این پا. سیمان پریده میگه نه این با آتیش جهنم فقط میتونه آبش کنه آتیش جهنم فقط میتونه آبش کنه با چیکارش کنه جهل محضه به زیاد دیگه تو آتیش جهنم اینه چی؟ دقت کنید آتیش جهنم نمیتونه آبشون کنه باور کنید چرا؟ چون خود آتیش جهنم هست. اینا خود آتیش هست. میگه جهنم آیه قرآن وقودها وقود ها, ها. و الحجاره. آتیش جهنم چیه؟ آدم. مثل آدم ها رو مینازن که بقیه رو بسوزونن. یعنی <laughs> به میزان که اون دنیا به این آدم نزدیکی بیشتر میسوزی. میگه هو به کیو تو دلت داری؟ خیلی خطرناک. کی دوستت کیه؟ با کی میچرخی؟ ها؟ نگرانی بهت بگه امول نگرانی بگه بابا فلانی هم ها همین حرفا میترسی حالا میگم دیگه یکی از این لشکریای جهل ترس از رفتن آبرو برای خداست خیلی رو زده زمین جایگاهمون یه وقت به خطر نیفته متوجه شد چی شد پس بعضی ها حکایتشون حکایت بخاری برقی هن. بزنیشون چیکار میکنن داغ میشن داغ میشن میسوزن میسوزونن 20 سالم تو برق گوشم چه میسوزونم اینا جهنمشون تمومی نداره میدونی چرا چون خود جهنمن خود جهنم که تمومی نداره که خالدین فیها قرآن چه فهم چی ابدا ابد یکی از همین کسایی که جل امیر امیرالمومنین ایستاده بود لحظه مرگش شد به حضرت امیرالمومنین خبر دادن بیا بالا سرش اومد و گفت ببین تا الان این همه کارا رو کردیم بلا رو سر همسرم آوردی من من چیز میکنم با من خیلی عجیبه ها همه همه حرفو کی میزنه سید و شهده میگه تا اینجا با من بعد بیا از میخواد میخوای جایگاه پیامبره ببینی حضرت امیرام یه اشاره ای اراده کرد جای پیامبر تو بهش دید به امام حسین شب و داشوره بهش نشون داده مردم اصلا نگرشون داره میخواستم دید تکون نخور گو اینجوری بری جا خودت هم میخوای نشونت بدم نشونش داد یعنی هم اون کششه هم اون رانشه خیلی گفتش که یه برگه کاغذ بنویس که من اشتباه کنم که بعد تو کسی گمراه نشه چون تو رو مبنا قرار دادن خب گفت نه میرم همونجا گفت برو برو تو دوست داری تو دوست داری بسوزی بسوزی و بسوزونی عجیبه ها ما پس چی شد هر کدوم از ما ها هفتاد و پنج تا از این صفاتو رو داریم با چیکار کنیم آقا و هممون هم ناقصیم یا برخ اولا که کاملش رو نداریم و در بعضش هم چیه خیلی کم داریم یعنی مثل همین نموداراست باید سعی کنیم همش رو چیکار کنیم با همو درست بیم آدما رو دیدی آقا نماز خون مهربون فلان اما تو حوزه سیاست چغون داره هیچ تا یه خورده تو بحث دینید می بحث سیاسی مطرح میکنی که مردم رو یکسان بار بیاری بیرون جلو میگیره آقا چرا اینا رو میگی بیا این مسائل دینی رو بگو دیگه اینی نمیفهم جاهله ما هم پارسال محرم همینجا پنج شب راجع کی صحبت کردیم یادتون هست عربستان نزولی درسته الان همون نکاتی که گفتیم زنده نشد شد یا نشد گفتیم صدام سازی اینا میخوان اینو بنزنش جلو اینو بنزن جلو ایران بحث مناشون این بود فلان این پسره رو میخوان به خلیفگی برسونن همین شد خب شد یا نشد یه بار بدم سخن رو گوش کن یه دی اومدن جلو ما رو گفتن آقا تو محرم از این حرفا نزنید بهتره چرا میخواد علم سیاست مردم ببرید بالا کنه اینو داره میگه دیگه ما بعضی همون این شکلیم یعنی کامل نمیخوایم روش کنیم کاریکاتوریم کاریکاتور این چرا خنده داره؟ چون چش اونقدر نباید دیگه درست باشه؟ نه اگه یا چشو رو کردی کلا دیگه همه ابعاد صورت هم چکار کن؟ هماهنگ درشت کن که بگیم این عکس بزرگتر از اون یکی عکسه انگار مقیاس رو چکار کردی؟ بیشتر گرفتی؟ کپی زدی دو برابر سه برابر اما چشه دو برابر هم مونده خنددار میشن اون دنیا هم میلنگه ببینه بعضی مثل برق این بعد این صفات تجلی کنه شما فکر کنید مثلا حضرت عباس یا آدمی بود چقدر خوشگله چقدر اهل نمازه چقدر فقی فکر کنید آدمی بود که کل شب تنه بهش می‌خورد زمین به خدا انقدر باش حال نمی‌کرد می چقدر با حضرت عباس حال می‌کنی چون کامله چون در عین شجاعت اینه می چقدر با امیرالمومنین حال می‌کنی چون هیچ امامی به اندازه امیرالمومنین فرصت ظهور و بروز صفات درش به وجود نه. قضاوت نگاه کنی آخرش حاکمیت نگاه کن آخرش سیاست نگاه کن آخرش عبادت آخرش خود معصومین خود اهل بیت که دیگه نکلم نو نورم میفهم ما هیچ کدوم ما مثل بابامون علی نمیتونستیم عبادت کن الله اکبر خیلی عجیب بعد شمشیر زدن یا علی هیدر کرار بعد پر ارزن از دهن مورچه نگرفتن مرکب دوتا بچه یدیم شدن و براشون صدای بره در آوردن ما نیستیم الان چهار کلاس درس میخون آی دکتر استاد حاج سردار ها بر بچه خودمون حاضر مرکب بشیم که بر بچه دو تا بچه یتیم مردم این کار بکن نه چرا چه کامل نیستیم آقا جون صحبت آخرتمونه صحبت عاقبتمونه این کامل بودنه باست باشه ما ناقصیم و تا کسی قبول نکنه ناقصه سراغ تکامل نمیره یه دی اصلا قشنگو میدونه این کار بهش میگه این خب این ایراد خب درستش کن ولش کن خودت خب جهنم چیکارش خودت خب بسوزه آزار در بزیار زور میخواد بیاد تو جنبه کش بیرون بعضی نمیخوان آیه قرآن اومد یا رسول الله میخواد جون خودتو بدی من آفریدمش ولش کن خدا می ولش خدا که به این سادگی ها کوتاه بیا نیستا یه مثال براتون بزنم و ارزم تمام برمیشم درش میذارم فردا خوب نیت داشته باشید هر نیومدم هر موقع اومدم به من بگید تجا. حضرت نو چقدر ازیتش کردن 950 سال پیغمبری خب چقدر ازیتش کردن دیگه یه جا نفرین کرد چند بارم خواست نفرین کنه خدا بلش کن بازم خیلی صبور بود 950 سال بعد نفرین کرد و خب خدا میدونی که دیگه اینا زناشون نازا شدن دیگه بچه نمیزایدن نفرین شروع کرد گرفتن خوش سالی بیشتر شد گفت کشتی رو بساز نفرین کردی باش میرسه. این درخت رو بکار بازم خدا فرصت خرید درخت رو بکار بزرگ شه همین درخت رو باید ببوری باش کشتی درست درخت دیگه نه زد و طوفان اومد و پدر همه اونا در اومد اون کفار چی شدن قرخ از جمله کی؟ کن آن بعد طوفان میگن عزت نو کوزه گری میکرد شغلش شده کوزه گری. کوزه درست میافت کل دنیا گل گرفته بودش کوزه درست میکرد دیگه خدمت شما عرض بکنم که آقا همین کوزه درست میکرد تو کوزه درست میکرد و یه روز یه بنده با خدایی بابای ما جلوش کرد ای نو پیامبر جانم بفهم آقا من کوزه میخوام گفت چه جو کوزه میخوای خب مثلا این چقده گفت بهترینش چیه گفت اینه گفت چقدر؟ من نام مثلا با چه مواهدی معامله کردم مثلا امروز با 3 تومن مثلا خب بعد خرید جل حضرت نو زد زمین شکون حضرت نو بله چرا میشکونی اینو گفت پولشو دادم گفت پولش رو داده باشی من زحمت کشتم بعد گفت من فرشته حق هستم این پیام ورد آوردم فرشته بود آدم نبود گفتش که این پیام خداست که چرا انقدر زود نفرین کردی من آفریده بودمش ببین این خود چقدر مهربونه من دوستش داشتم حضرت یونس سر خود ها شهر رو بل کرد چیکارش کرد گفت برو تو شکم نهنگ رفت تو ظلمات و از ذهب مغازبن فزن لن نقدر علیه فنادا ف ان لا اله الا ان سبحانه که اینی من از ظالمین خدا با چه حقی بنده ول کری کردی با چه اجازه میخوام میخوام برگردن دوستشون دارم ان نور خودم هم. نه همشون تو فطرتشون عقل دارم ما هممون تمام ما حتی شمر همه اون هفتاد و پنج تا چی رو دارن مونتا سرکوب کردن خودشون با تکتیر زدنش دیگه هیچ کدوم تمام هفتاد و پنج تا رو کم نو زده دیگه هیچ نمونده مثل یه بازی شطرنجی شده که همه یه خورده یه با تک که دیگه نمیشه کسی مات کرد که امکان نداره متوجه شد چی شد این اون اتفاقی که در مورد بعضی ها افتاده ببین ما آدم داریم مثل فرشته میگه مثل فرشته است میگه مثل فرشته یعنی چی یعنی مثل فرشته هایی که شیطان لاشون بود نمیشناختن یعنی بصیرت نداره آدم بی بصیرت حافظ قرآن قاری قرآن ابن ملجم در میاد <applause> که اشغال آخرین شد قرآن نمیخون گریه نمیکرد. نماز شب نمی بابا اون لامسته مستوی جل عبدالله بودن که سی هزار نفر آدم روز 10 هزارشون تو فرات غسل شهادت میکردن عمر سر میخواست رو صدا کنه یا خیل المسلمین اصلا نمیگه آی فلانیان گفت آی لشکر مسلمین مسلمونا برید این کار کنید اون کار کنید الله اکبر میگفتم آقا همین همین که سر میبرن الله اکبر نمیگن سعی بکن تا نفهمی ناقصی روش پیدا نمیکنی بگردون بگرد پیدا کن تذکر بده به خودت تذکر بده آقا من اشتباه دارم میکنم راستی این همه آدم انفاق میکنن صدقه میدن چون من صدقه نمیدم به خود بگو الان گفتیم حسین آقا پدرمونو در میاد دادم در. در یه هر روز موقع اومدن ما رو خفت اون میکنن آقا چه ما صدقه نمیدم دیدی و این همه خود تو رو جا بیارید ما تو قرآن نگاه کنید هر جا تو قرآن شما نگاه میکنید اقامه سلات هست کنار یعنی چیه زکات یا انفاق خب بابا این یعنی چی یعنی هم یعنی دیگه ما نمازل که میخونیم خب چقدر صدقه میدیم چقدر انفاق میکنم هیچ بعد تو نه خودت بگی خب من باید خیلی انفاق کنم بچه نمی کنم بابا نه پنجا تا تک توانی به نستاد تا تک اما به ناز اما خودتو جز صدق دهنده ها بنویس میدونی چرا چون هر باید که صدق دهنده جونت داری پول میدی صحبت, صحبت صحبت اون پول است صحبت صحبت اون پول است که جونت داری میکنی گفت طرف پول نمیده اما جون به اسرائیل میده واقعا اصلا پوله اصلا صحبت اینکه صحبت اینکه نه نه صحبت از این نف... نفس نفسمون چی میخواد پول دوست داره چرا چون رفاه برش میره روزه چیکار میکنه و غذا دوست داری چون نفست دوست داره میخواد غذا بخور یه جلو تو میگه می نخور تو که نخورم تو این ساعت نبا لب بزن آقا دوست دارم و دوست داشته باشی مثلا چی شد میگه به دیوار نگاه نکن نور رو نگاه کن از پنجره برو بیرون اگه نور میخوای همون نور رو بگی برو بیرون برو اون ور دیوار ما خودم میشیم هجاب خودم من حالا انشالله فردا مفصل تر براتون توضیح میدم اهل بیت حالا اینو من چون امشب دلم نمید مثال نزم اهل ما باید پس چیکار کنیم هم به خودم تذکر بدیم هم به کی تذکر بدیم بگید به هم دیگه این میشه چی؟ امر معروف و نهی از برادرم این رفتار درست نیست آقا قیبت نکن آقا این قیبت اینها ها چقدر خوبه اون لحظه ای که کسی که شما رو امر معروف نهی از منکر میکنه بر شما ولایت پیدا میکنه خیلی جالبه یعنی اون دنیا خیلی تو میگیرن چون حرف حرف اون نیست حرف کیه حرف خداست ولی بچه چهار سالت باشه بچه چهار سالت بگه بابا دروغ نگو آیا این حرف حرف حساب هست یا نیست هست ولایت پیدا میکنه لحظه برد. یعنی انگار خدا داره بر حرف میزنه من با جای خاتمی صحبت میکنم خاتمی مفسر قرآن بعد بهش گفتم که این مؤمنون به ازم اولیا بعض اولیاباز. این اولیا رو بعضی دوست گرفتن بعضی هم چی گرفتن ایشو میگفت یعنی ولایت یعنی مؤمنین بعضی، یعنی چه مومنون با بعضی بعضی شما دوستن خب این چه حرفیه یعنی مؤمنا بعضی شما هم دوستن ولی این ولایت دارن چرا بلا فاصله بعضی هم چیه امر حرف نیاز مونکره میگم امر حرف نیاز مونکر بعد بکن مؤمن معروف اول بعد آدم معروفو بشنسه دیگه مردم امر به منکر نکنه نهی از معروف برعکس نباشه اول درست بشناسه بعد به هم تذکر بدیم حالا ابا عبدالله نگاه کنید چقدر این شش دنگ اتفاقش از اون طرف اونی که میخواد بیاد داره میجنگه رو شمشیر کشته ازش شمشیر میکشه این نیستش که یکی زد تو گوشه برام بگیری میبینی این ناقصه برای مردم نهایتا همچین چیز فطرتشون قبول نمیکنه اروپا مسیحیتو پس میزنه حضرت عیسی اینطور نبوده ها اینو ساختن میشن اما جالبه دلش برای میسوزه هی تله یک وایستی شمشیرم بکشی دلش هم بردون امیر تو جنگ ها خیلی جا دست میشکن گفتیم داشت با دست راست میجنگی با دست چپ دست یارو میفت میشکن چرا؟ چون شمشیر نتونه دستش بگیره وقتی شمشیر دست نگیره مثل قواعد اسلامی شما نتونه بکشیش با کسی میشه شمشیر بزن که شمشیر دستش باشه ببین ها همون جلش وایست داده من که یارو اصرار کنه بره میدون. یه پیراهن کهنه بتن میکن همون پیران کهنه رو پاره پاره کنه از, از این سلام الله میپرس خب چی این کار میکن فهمت که برخی از این, جماعت که من دارم میبینم اینا بد میان بر بردن قلاق قرمه خب میره به اینا ابن زیاد گفته بود که بیاد برید گفته چقدر پول میدی گفت پول بهتون نمیدم با که بنزینتون رو پر میکنم تا کربلا یعنی فقط جوی اسبشون رو داد یه توبره مگه چقدر راهه کوفه تا کربلا نجف تا کربلا چقدر راه با اسب بخوای بری ها درست شو چقدر اون اسب میخواد مثلا غذا بخوره چقدر کاوی بخ... اونجا اونو بهش داد گفت بس پولم چیکو برام اونجا چی گیر بود از خودت ها حالا فلسفه اون نوع حمله رو بعدش میفهمی یعنی چی حالا ابو داره میره, میره میدون میبه. از اون طرف یه از از اینم سلام الله علیه یه آبی خوشگل لاجوردی خوشگل رو اون تنش کرد کو آقا اینو چرا این کار میکنی پس گفت اون که واسه پیرن دست خالی بر نگرده خوی بخشنده ساخه اینا خیلی عجیبه ها اینا اتفاق افتاد ببین حز میبری میبینی بعد خودتو مقایسه میکنی با اهل بیت بعد متوجه چیات میشی بگی نقص هات دیدی اینا نورن چقدر خوب نقص رو نشون میدن چقدر اون نقاط پستی ما رو نشون میدن آقا دلش برای اون میسوزه و شمر اومد تو گودال دوازده نفر اومدن تو گودال برگشتن نتونستن دستشون لرد برو تو نیستی این اومد گفتش که حضرت فرمود که برو تا حالا هر کاری کردی من حساب میکنم از یاران من کشتیم من و حسین ریش گرو میذارم برات برو شفاعت میکن نه این کارو نکن گو نه گو خب پس وایستون بغل من خون ازم زیاد رفته بیا حضرت نفس که میکشت لا این زره خون میزد بیرون تازه افتاده بود زمین دیگه نا نداشت باید. تو اون گرما حضرت فرمان من دود میدیدم آسمون گو برو گفتش که پا وایس من خونه بدنم رفته تموم میکنم همینطور گفت نه ببین چقدر ظالمه اومد جلوتر دیگه من روز گودال بخونم دید نمی بره گفت چرا نمی بره او چی گفت گفتش که خب جدم رسول یعنی جدم رسول الله نمی این موجزه رو دید به چشم گفت خب پس یه کار دیگه میکن رجوع چی شد؟ میبینید چقدر این نقص ها رو قشنگ نشون میدن به ما؟ ببین اصلا اون گودال زیباترین صحنه جدال عقل و جهل در کل تاریخ بشریت همو گودال تمام عقل در مقابل تمام جهل استاده ببینید بعضی جهل رو دوست دارن این شبا می گریه میکنی روز اهل بیت برات میخوان چه روز اهل بیت میخوان روز آدمای کامل رو میخوان که بفهمی نقصات کجاست هی hey, مقایسه کنی بخشندگی رو پاکی و نماز خوندن و کمکی به مردم رو. بابا طرف خدمت امام باقر رسید آقا آدم خیلی دل یکی رسید خدمت از سلمان از سلمان حاکم مدائن بود گفت یا سلمان عذر میخوام میخوام بدونید با چه طرف؟ رو. گفت ریشات مثل دم سگ میمونه همین تو. حالا یه حاکمی باشه چیکارش میکنه نصفش میکنه گفت اگه همین های باری که من که میگی مثل دوم سگه اگه اون دنیا از سرات منو ردم میکنه خب بهتر از دوم سگه اما اگه ردم نمیکنه دوم سگ ریش من بهتره آدم جاهل اینجوری جواب آقا یه چیز تو خ... نقد شده یه حرام لغمه خ... رسید به امام باقر توهین به مادر حضرت کرد تو تاریخ اومده حضرت نگاش کرد ببینید برخورده رو ببینید تو رو قرآن برخورد رو ببین فرمود که مادر من اگر این چیزایی که در مادرم میگه درسته گفت شندن مادر یک کنیز زشت رو یا نمیدونم چطور این طور بوده مثلا این طور لازم بعد حضرت فرمود اگه که در مادرم میگه من خب مادرم فوت شده اینه که میگه خب خدا ببخشش اگه که میگی مثلا اصلا. هم که نداره بالاخره چون ما اون ما اونطور که شناختیمش ایشون زن مؤمنه بود خدا تو رو ببخشه بالاخره پشت سر زن مؤمنی هست الله اکبر ببین چطور با جاهل حرف میزنن ما با برادر مؤمن خودمون چطوری حرف میزنیم سلامتی نبود